به دنبال بازداشت محمد ابرینی، تروریستی که گفته می شود در انفجارهای فرودگاه بروکسل دست داشته، مقامات امنیتی بلژیک اعلام کردهاند عاملین حملات فرودگاه بروکسل از واحدهای تروریستی در سوریه دستور گرفته بودند. ظاهرا محمد ابرینی گفته است به دنبال بازداشت صلاح عبدالسلام، سازمان دهنده حملات ماه نوامبر پاریس، تروریست ها نگران تنگ شدن حلقه پلیس به دور آنها بوده و با شتاب حملات بروکسل را به مورد اجرا گذاشتند. وزیر دادگستری بلژیک گفته است یافتن رد پای تروریست هایی که هدفشان را تغییر می دهند بسیار دشوار است. وقتی قصد حمله تروریستی در میان باشد، محل اجرای آن در مرحله دوم قرار می گیرد. در داخل یک کشور اگر امنیت یک ناحیه را تضمین کنید، ناحیه دیگری در معرض قرار می گیرد. یک کارشناس تروریسم در بلژیک می گوید شبکه تروریست ها از هم نپاشیده است، زیرا یکی از رهبران حملات تروریستی گفته است حدود 90 تروریست را آموزش داده و به فرانسه و بلژیک فرستاده است. عبدالحمید عبود پیش از مرگ گفت 90 تروریست را آموزش داده و به فرانسه و بلژیک فرستاده است. امروز حدود 40 تا 50 نفر آنها کشته و دستگیر شدند، اما هنوز باقی آنها آزادند. هرچند به دنبال حملات تروریستی سیستم متروی بروکسل تا حد بسیاری ترمیم شده است، اما ترافیک پایتخت بلژیک به ویژه در جهت فرودگاه همچنان بسیار سنگین است.